اللهم صل على محمد و آل محمد اعوذ الله من الشیطان اللعین بسم الله الرحمن الرحیم تست رد میکنم نیام رو شهادت پیامبر گرامی اسلام و مشتبه رضا علیه السلام خب ارز کردیم که تفاوت معشی و عمل کرده از اونجا که کلهم نورون واحد دقیقا میشه وسیله تربیت او آقا این صدا اگه ای تونستی درست کن ممنون اکوشو بگیرید صد بار گفتیم همه بلدن بقیهش چیه؟ نمیخوام که مدعی کنم دیدید؟ همه میدون ما وقتی میخوام یه آزمایشی انجام بدیم میبینیم برای یک پدیده چند تا عامل مؤثره برای اینکه بفهمیم هر کدوم چقدر وزن داره هی hey, دونه دونه یکیش رو ثابت میکنیم تا بفهم عامل متغیر چیه آیا میخوام بینیم این گل مثلا مشکلش از نور از آب برای چی اینطوری آب کم بش بدیم آب زیاد بد بشه نورش زیاد نورش کمه اینا رو شروع ما شروع میکنید چیکار میکنید اول نور رو تست میکنید نور آب رو با هم تست نمیکنید چون میزان اثر هر کدوم مشخص نمیشه ابتدایات پژوهش اینجا هم همینه وقتی شما امام رو معصوم میدانید و میدونید در او خللی نیست بهترین وقت آموزش است که چرا یک امام قیام میکند یک امام قعود نه دو امام بلکه یک امام در بخشی از حیات خودش در آتش بس است با دشمن در بخش دیگر از حیات خودش در جنگ این تفاوت شرایط رو میفهمیم وقتی تفاوت شرایط رو فهمیدیم در اصر غیبت خودمون درست عمل میکنیم این هم منظومه فکری امام رو به دست آوردن مزه دهن امام رو فهمیدن است ما دنبال اینیم و وقتی این نحوه عمل کرد رو یاد گرفتیم اون جامعه آماده ظهور میشود چون خدا می بینه اینات با تربیت شدن بعضا شما بعضی از این نوجوان رو می میون سوال میپرسن از آدم میبینی توی یه حوزه خیلی خاصی عجیب اطلاعات عمومی دارن اطلاعات عمومی اون حوزه رو دارم عرض میکنم نه اطلاعات خیلی حالا تخصصی یا دکتره اون رشته اما برای جالبه میگین حداقل باید کارشناسی رشته رو میداش کارشناسی ارشدش رو میداش یه بچه دبیرستانی رو از کجا میدونه بعد خود شما ناخواسته میگه آ شما حتما این رشته رو بخونا یا ازش میپرسی میخوای مثلا میبینی اطلاعات حقوقی خوب نمیخوای وکیل بشی این اطلاعات جالب مثلا در حوزه مثلا دینی داره یا آقا مثلا میخوای طلبه بشی میبینی چطوره وقتی اون جامعه اون اطلاعات رو درست به دست و در عمل اجرا کرد اون شایسته ظهور است شایسته امامداری است چون یازده بار خدا امام فرستاده مردم آدم نشدن ها تا مردم آدم نشن امام نمیفرسته این دوتا باید با هم مچ باشن باید هماهنگی صورت بگیره تا موفقیت حاصل بشه شما امیر هم بذاری بالا سر یک جامعه وقتی مردم با هم همراهی نکنن نتیجه پیش نمیره میگه حضرت نمیفرماد میفرماد مثل یه پارچه ست تیکه شدید از یه طرف هی میدوزم می, می جامعه رو از اون بر یه طرف دیگه باز جر میخوره میگه دوباره خیاتی میکنم این طرفش میکشم اون طرفش پاره میشه اون طرفش درست میکنم وصل پینه میکنم این طرفش باز پاره میشه امیر هم بر سر اون جامعه بگذاری بالای منبر شروع میکنه از خدا مرگ خواستن ای کاش هیچگاه شما را نمیدیدم و هیچگاه شما را نمیشناختم جرعه جرعه جام زهر را در گلویم ریختید بعد نهایتم شفف فرق بیننا و بین القوم الفاسقین اینا ما این قوم فاسق پیامبر خدا فرمود فاصله بنداز اینا لیاقت نمیخوان که فایده نداره حضور من چه به چه درد میخوره بین هم؟ برای همینه غور کردن تعمق کردن تفقه کردن تدبر کردن تفکر کردن تعقل کردن در سیره اهل بیت به عنوان یک سقل و قرآن به عنوان سقل دیگر قلب و ذهن من شما رو نورانی میکنه و حکمت رو من شما میاموزه خدا یک خطکش قرار داده یک استاندارد بدون خطا قرار داده اصلا به همین دلیل امام جامعه باید معصوم باشه یه دلایل اسمت انبیا همینه اگه او خطکش درست نباشه خب چیز درست پیش نمیره کجا میخوای شما پیدا بکنی مسیر درستو؟ و عرض کردیم اینکه جامعه باید عادل باشد یا امکان بست عدالت رو در آینده بست عدالت نمجرم ماندن ها رکود نه باید داینامیک باشه باید فعال باشه امکان بست عدالت رو در آینده داشته باشد که خدا نابودشون نکنه و الا نابود میکنه سنت الهیست و عرض کردیم هیچ تغییر و تبدیل و ارفاقی وجود ندادم در سنت های الهی بگه فلان قوم امتحان کردم قوم من شما رو امتحان نکن قوم امام حسن امتحان بکن من شما رو امتحان نکن این خیلی حرف احمقانه چه خدا عدالت به خرج نداد اگر این کار بکنه پارتی بازی بکنه برای قوم <تصفح> نه یک زوابتی داره اپسیلونی از آن زوابت تخطی صورت نخواهد گرفت من و شما که سهله شرایط جامعه به یه سمتی بره خدا ولی خودش رو در قتلگاه تکه تکه بر زمین دیده من و شما جد دعوادم همه اون با هم یه موی او نیستیم یک تار علی اسقرش نیستیم پس فکر نکنین چی میشه یک جامعه دوچار قذب الهی میشه چی میشه یک جامعه دوچار جنگ میشه چه حکمتی وجود داره مؤمن دا باید این حکمت رو بفهمه مؤمن حکیمه اصلا یکی از بزرگترین جایزه های الهی برای کسی که لله خودشو خالص میکنه جرت ینابی و الحکمه من قلبه الالسانست میگه حکمت از قلبش بر این زبانش و فکرش و اندیشش جاری میشه چرا من ار لله اربعین لله میگه این چل شب روز چل شب صبح کرد عبادت کرد لله بود فقط برای خدا بود میگه حالا این اندیشه اینو من نورانی میکنم بعدش اگر این شرایط نبود سنت انقراض پیش میاد میگه این قوم باید برود کجا سنان قوم آد کجاست قوم سمود در یک لحظه بختتن یا در یک فاصله زمانی کوتاه مگر اون شهر در ایتالیا نیست که خواب بودن همشون سنگ شدن حالا میرن مردم جاذبه توریستی شدن ملت میرن نگاهشون میکنن مثلا سوال برای پژوهشگران میگن این چرا فرار نکردن چون در نرفتن همینجوری خاکستر خیلی سرشون رو بدنشون کل پوچشون رو گرفت سالها بعد میدون که نزدیک خاکستر بیرون کشیدن این شهر رو دیدن همه سنگ شدن شهر چیه؟ پومپی ها که هم جنس باز بودن ظاهرا این گرایشات نامتعارف جنسی داشتی میگن احتمالا از زمین اولی گاز متساعد شده اینا هم تو همون شب تو خواب خفه کرده اول یا میگه مردن و بعد جاذبه توریستی بعد خدا دیگه تاکسی داری میشون کرد یک شب فتیله همچین به پیچی که نفهمم کجا یه زلزله اش ریشتری همچین بیفرسته که خدا نکرده تهران رو بکن جاذبه توریستی بعد چی شد خدایا ما چهار نفرم نماز شب خون داشتیم او چهار نفر نماز شب خونت بعد ببینیم نماز شب فقط میخوندن یا نه نسبت به اصلاح جامعه دغدغه داشتن لال شده بودن چپده بودن تو خونهشون یا امر معروف و نهی از منکر میکردن اصولی یا نه تو خیر ملت رو بگیری هدف داره رو معروف نهی از منکر بله یکیش اینه که شرایط وقوع گناه رو سخت کنه برای گناهکار و مجرم جرات نکنه بله یکیش اینه اثر باید اثر بگذار بر طرف این انقراز دو جور صورت میگیره اینو که دارم ارز میکنم قرآنی همش اول گروهی دیگر از همان قوم رو میاره یه فرصتی میده به این جریانتون یک کمی جولان بدن ببینه چیکار میکنن بعد میبینه نه اینا رم کردن اینا قدرت رو برای خدمت نخواستن پارتی بازی کردن تقیان کردن تقیان فکر کردن یعنی چه همین هم اینا مستاق تقیانه فکر فامیلاشون رو سر کار آوردن پارتی بازی کردن بچه هاشون رو بالا کشیدن میگیره خدا و به گروه دیگر میده نو داوله ها می میچرخه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما انفسهم خدا چیزی را که از آن مردمی است دگرگون نکند تا آن مردم خود دگرگون شوند تا یغیر ما بانفسهم و اذا اراد الله به قوم سوءا فلا مرد له اگر اراده سوء بکنه بر قوم براش بخواد یه فتیلهشو بپیچه هیچ راهی و ما لهم من دونه من وال هیچ چیز مانع او نتواند شد و ایشان را جز خدا هیچ کار سازی نیست حالا بر آویزون این اون وقتش برسه پس یه گروه کوچک در میان قوم دیگر هست خدا میگه من به اینا فرصت میدم روش کنن اینا جای اونا رو میگیرن مسیحی که تعداد کمی هستن آرام آرام رشد میکنن ماکسیمیلیانوس و اوان و انصار خواب بیدار میشن میبینن برگشته برا اونا تو اقلیتن اینا تو اکثریت چی فکرش میگه یه نفر فکر مثلا سال 57 رفته تو کما از جلو در لانه جاسوسی جلو سفارت آمریکا ردش کردی رفته تو کما بیوش شده یعنی تو کما درش آوردن میگن چی میگه اینجا بسیج دانشجویه چه عادی هم نه ها بسیج دانشجویی یارو زمان جنگ حمله بسیها به ایران صدام به ایران تو کما رفته باشه تا هم خیابون های عراق که تصادفی کرده به کما رفته الان یایی به اوش میاد چشم هم کنه اکس آج قاسم در دیوار عکس رهبران ایرانی رو میبینه برو در دیوار یا من دیوونه شدم یا شده خواب دیوینیم قصه چیه؟ یا ها همینه اینجاست یا اون جایگزین گروهی دیگر میشن آیا قرآنه و آخرین هم مال... مال... یلحقو به هم و اون گروه دیگری که بعدن میان پرسیده اینا کیان پیامبر فرمود اینا ایرانیان اینا قوم سلمان شماها خراب میکنید یه قوم دیگر اونا ندیده و نشنیده تبعیت میکنه از ما بعد شما باید دنبال اونا بودوید اسلام حقیقی دیگه دست اوناست کیو فکرشو کرد؟ اراده الهی برای این قرار نگیر پس فکر نکنید چه که سفید امضا دادن دست شما خوشی بزنه زیر دلت نه این نیستش که در عالم در جهان اسلام سوریه یا سرنوشتشون جنگ باشه یا جنگ باشه نه همه جنگ بشه فقط ایرانی وسط سالم بمونه یه دلیلی دارد یه دلیلی دارد آن عوامل از بین برود بلای سر من شما می که سر اونا نیامده چون ما ادعا کردیم اونا نکردم نکردن ما دعا کردیم بدونید همین امنیتی که داریم و دارید مدیون اون دیویست و هزار تا خونیه که ریخته شده آقا تا که ادامه داره به رفتار من شما بستید همین فردا میتونید فاتح رو یک جام شیشه ای ارزشمندی رو به شما دادن بعد یا این تا کی سالمه میگه تو تو دست درست نگشتی انداخت شکونه دیگه شعر مبتر کاری که ابا عبدالله کرد نجات جامعه از فروپاشی بود یک جامعه کوچکی رشد میکنه تو دل جامعه بزرگتر مثلا امر معروف و نهی از منکر زامن اینه که خدا نابود نکنه اون جامعه رو خیلی ارزشمنده خیلی یعنی خودم یه امه تکاپو هست ببینید اینجا کسی هست که داره یه کاریو پیش میبره و یقینا امر معروف نهی از منکر مسئولین اولویت دارد در این تردیدی ای نیست مذرات ممکنه داشته باشه بله اما در مجموع میگه آقا نوت به دهه اینقدر این مهمه شما ببینید امام نگران اینه که مبادا در آینده لیبرالیزم قانونی بر کشور حاکم بشه ممکنه دیگه کشور دموکراسی داره دموکراتیک مردم رای میدن میگه یک روزی لیبرالیزم قانونی بر شما حاکم شد شما چیکار بکنید موقعی میگه زیر میزشون آقا بزنه زیر میزشون کار غیر قانونی نیست قانون شد اون موقع دیگه امر معروف نهی از منکر زامن آن است که اگر یک روزی فساد قانونی شد هم ادهی هستن که با تو رو میکشند پایین اگر روزی جامعه رسول الله به یزید ابن معاویه هم رأی داد حسین علیه, مس... علیه السلام هایی هستن که میکشنت پایین ولو به قیمت خونشون بشه از این شکوه من سراغ دارید؟ از این ارزش من سراغ دارید؟ بعد شما بیاری امرار فون به حزیز زلت بکشونی در حد برخورد با چهار تا جوون پیش بره یعنی تحقیر امر معروف نهی از منکر و ذلیل کردن امر معروف نهی از منکر به خاک سیاه نشوندن امر معروف نهی از منکر نه اینکه اجازه بدی هر کاری خواستم بکنه یه بحث دیگه است خب اشتباه نکنید فردا بگم فلانی اومد اینجوری گفت اما خواهم بگم تو میتونی برداشت صد بکنی اومدی براش پنج کردی خدا امید پیدا میکنه به اون جامعه میگه تو این جامعه هنوز هستن کسایی که این جامعه رو اصلاح خواهند کرد خدا هم با ایناست ان الله معنا من کمکشون خواهم کرد سنتی داریم سنت یاری مؤمنین کی فکرشون میکرد در جامعه اعراب پیانبر ما نه اسا کرده نه رو آب را رفته نه نمیدونم شطور از تو کوه در آورد و از این کارا با اقلانیت با خون دل خوردن از یک مش جاهل که زبان زد زمان خودشون بودن کسایی رو درست میکنه که سی سال بعد چل سال بعد دارن به کشورهای اطراف متمدن خودشون که اونا متمدن بودن روم، مصر، ایران تمدن صادر میکنه اخلاق صادر میکنه علم صادر میکنه شکوفا میکنه همه اینها رو تمدن اسلامی شکل میگه تازه اون تمدن مورد تایید ما نیست خیلی جاش تأثیری که از اسلام برد از اسلامی که داشت تا اسلامی که باید میبود فاصله زیاد بود خیلی از فتوحاتشون ما قبول نداریم خیلی از شمشیر رو قبول نداریم با این وجود ببین چیکار میکنه که در دار و ندار بشر امروز مدیون دوره طلای تمدن اسلامی است از پزشکی، شیمی، نجوم، موسیقی، هر چی که بخوای بگی. این چی کار کرده پیامبر؟ هو سیره دم دست ماست، چون دم هم مشکل ماست. یعنی وقتی امر معروف نهی از جامعه است، یعنی این جامعه هنوز زنده است. کی توی این بیمارستان جدا میکنن دستگاهو؟ وقتی میگن این مرگ مغزی شده علکی این نفس کشیدنه امیدی به آینده نیست این درصد هوشیاریش درجه هوشیاریش انقدر این عدد فلان عدد نیست این فیدبک نمیده دستگاه رو جدا میکنم میگن حیف تخت بیمارستانه تو یک مرده ای که زنده نمایی میگه اون جامعه ای که توش اینا حیوان حیوان دوپان اینا انسان نیستن انسان نمان وقت رفتنشون رسیده جولان زیاد کنن دیگه وقت فیتیلشون رو پایین کشیدنه نسخهشون رو پیچیدنه خدا جامعه رو دائم تست میکنه ببینه سنسورها فعالن یا نه خود ما همینیم خواب یا بیداری های با تو هم الو. و همه اطرافمون هم صبح تا شب داریم چک میکنیم بریم واکنش میگیریم خدا اون جامعه رو تست میکنه گاهی این جامعه با یک قدردانی تست میشه با یه تشی جنازه تست میشه با حضور در یک تشی جنازه تست میشه با حضور توی تظاهرات تست میشه با یه لایک یک افراد تست میشن با یه انتشار یک مطلب تست میشن با واکنش نسبت به انتشار یک مطلب تست میشن در همین انتخابات اتفاقات بسیار بزرگی رقم خورد و یک کسی که نگاه سنت های الهی ببینه شگفت زده میشه یک آزمایشگاه بزرگ همین برگزاری مراسم اربعین هر سال چه پیامی به خدا میده میگه ما با اینا نیستیم ما با اونایی خب خدا تست میکنه یا <applause> حالا تو سوئیس برگزار نمیشه نربین تو عراق میای امسال داعش داره میای امسال کرونا داره میری این ای هم میمونی اومده نمیدونم هر دفعه یه چیزی هست دیگه گرد و خاک فلانه باد و بارونه سرماه گرماه قطعی برقه همش تسته خواهد تو چند مرده حلاجی یا لیتنا کن نامعکم میگی تازه قرار بیر اونجا فقط پذیرای تو رو چقدر تکون میخوری اگه نبود فرمود کسایی که با ما هن فردا سرشون رو بتراشن بلنشن بیان بعد کلی آدم نصفه تراشیده بودن رفت که اگه کچلا بیشتر بودن دستارشون بزن روی این طرفی که مو داره و اگه اون طرفی ها بیشتر بودن این بر بزنن با اون جامعه تو میتونه چیکار کنی بعد 25 سال استخوان در گلو خار در چش تحمل کن هیچ کار نمیتونه برای همین شفافیت آرای که از نماینده ها اومد پیش من صحبت یکی دیگر نماینده که از غذا او هم پیش من اومده این سالو گفت فلانی میشنسی گفتم آره گفت بیا این فیلم رو ببین اینا یه مدعی خاطرت ما یه چیزی رو انداختیم از نمانده ها میخواستیم که رایتون شفاف کنیم بعد دیم کلا سرمون میذارن علاکی میان میگفتم آره با گفتم نه دیم فیلم بگیری در لحظه رای دادنتون مردم هم لطف داشتن مطالبه میکردن اینا ارزشمنده ها اینا جامعه پویاس مردم مطالبه م... خسته نشید ای خیلی مهمه ها تو این مسیر اگه خسته بشید باختی استقامت باید انجام داد یه بار میری جلو دوباره امتحان میکنی سه بار امتحان میکنی نه باید تس... خسته شد بعد این داشت میخواست از رأی خودش فیلم بگیره مانیتور خودش او جلوتره و متوجه مک... مکالمه او میشه از او فیلم میگیره برای شوخی اما جالبه این دو مرحله اول میرید توی بلر مثلا میزنی بعد تاییدی میزنی یه وقت دو مرحله کردن که آقا مطمئن نیه وقت دستت نخورده باشه بلر میذاره یه فیلم زب میکنه برای یکی از مسئولین <تصفح> بعد خیر رو میذاره برای مردم فیلم زب میکنه فیلم اونو این داره <تصفح> آره هم استانی هم هستن جالبه حالا بعد به من گفتش که ببین فلانی این آبی نگاه کن با مردی من خنده حالا فیلم همه خدا داره خدا میدونه ته دل من و شما چی گذشت به این آدم رای دادیم یا به اون یکی میبینه تش به منافعمون فکر کردیم تو حمایت از کسی منفعتی داشتیم یا نداشتیم وامدار بودیم یا نبودیم کم نیستن آدمایی که توییت های دو سال پیششون هم از الانشون هم هست قبل و بعد از یک جریان محسوب میشن اینا خدا اینا رو میبینه خدا میبینه اون فرصتی که در اختیار من و شما یه مسئول قرار داده شد آیا از آن استفاده کردیم برای بست امر معروف نحی از منکر صحیح و درست یا نه شکستیمش ببین امام که میدون حرفو میزنه میگه اگه یه روزی لیبرالیسم طور حاکم شد بزن زیر میزشون یعنی چی؟ حاکم شد یعنی قانونی شد بزن زیر میزشون یعنی چی؟ یعنی همون یک دقیقه اون آقای مسئولی که رفت تو فکر ایه کار غیرانی هم باید ببینید مقابله با فساد در کشور اسلامی در غیر اسلامیش راحت تره. در کشور اسلامی میست حرکت تو میدان مینه چرا چون بعضی از قانونا فسادزا زان بخوای با اون قانونه برخورد کنی کاری کار کردی غیر قانونی کردی قانون هم موجب زمان است اصلا واقعا شرایط سخت چون رهبر انقلاب در با دانشجوها میگه کار نکنید نازت تو شکایت کنن یعنی چی یعنی دو شکایت بازی رو اون دنبال اینن ابزارشونه چطور انتظار داری استفاده نکنه در ماجرای ماشینسازی تبریز ای از این دانشجو زندان افتادن من که اموال بیت رو برگردونن مش قربون علی بود کی بود پنج کلاس بیشتر سواد نداشت این بودنش جلو ارز گرفته بودن برده بودن آورده بودن امام علی علیه السلام در شورای شش نفره خب بحث رد و بدل میشه دیگه بحث سیاسی بوده آقا به کی رای میدی چطور بوده مستحضر در وقت باز کردن ماجرای شورای شش نفره نیست می و قال علیه السلام امام علی فرمود اونجا لنا حق ما که حقی داریم حق با ماست فعن اگر بهمون داده شد دادید کج؟ و الا رکبنا اعجاز الابل و انطال السرا اگر هم ندید میریم سوار اون شطور تحتیه میشیم که تو شب بس خوشون راه میرن شب هم مراد ظلمانی بودن یعنی ما نباشیم خیلی لطیف حضرت فرموده که ما نباشیم شب و تاریکیه اما اون حق ماست سوار اون شطور آخریه میشیم اما به ما میرسه اون هم به مقصد خواهد رسید اما حق مال ماست آیا به ما دادید حق اگه تمکین نکردید یک شب روی طولانی خواهد بود تالا تا الانش 1400 سال مسببینش کیان فقط او چهار نفری که اومدن جلو اهل بیت وایستدن اون چهار نفر به پشتوانه و اعتماد به اینکه مردم خفه خون خواهند گرفت این کار کردن جز اینه یقین داشتن یقین داشت اونها هم تست زده بودن جامعه رو اونا هم تو جلسات خصوصی نظرسنجی کرده بودن اونا اینور این ور, اون ور دیده بودن وقتی اسم امیر بیاد فقط بغض و حقد و غذبه که میجوشه خب خوبه اونا هم دامن میزدن بر اندیشه های قبیلهی به هر کی میرسیدن گفتن خب علی از قبیله شما کیو کشت از اشیره شما کیو کش اون رگه ها رو می جنبوندن اونا زنده نگه می داشتن اون حیات نجس و کثیف ضد دینی رو یعنی قلبه خون بر دین بر حقیقت رو از این نیست میگم اونو زنده نگه می داشتن که چی؟ یه روزی از این باید سمره برداری کنیم بهره برداری کنیم به دردمون خواهد خورد پس باید عدل وجود داشته باشه و در حال رشد باشه امام حسین از همون جغرافیای کوچه که نمیدونم چند متر در چند متر دو متر در دو متر نمیدونم که اسمش گودال بود فارت نور نوری فوران کرد که کل عالم رو میگیره آرام آرام مثل لکه جوهر که میدازی پخش میشه قشنگ فرمود گفت تو مثل شیشه عطری که سرش گم شده باشد گفت اینا سر از تن تو بریدن نفهمیدن در عطر رو باز کردن و او یه عطر تو کل جهان رو میگیره و داره میگیره وقت داشته آره این زیارت هر به این شکل وقت داشته بعد اول رسانه تولد پیدا میکرد باید یه داعشی ساخته می شد یه سیاهی می بود که این سپیدی کنارش دیده بشه حالا عرض خواهم کرد براتون ضرورت بودن این دشمنها و دجالها برای همینه این سپیدی در کنار سیاهی دیده خواهد شد به چشم میاد خدا هی روز و شب و به هم مثال میزنه و لیل ازای یخشا رو میاره کنار و نهار ازا تجلا و الفجر رو میاره کنار و عشر ادبیات الهی و قرآنی است ما رفتار اهل بیت رو در همین چارچوب وقتی این چارچوب و مبنا رو فهمیدیم دیگه برامون هیچ فرقی نداره جنگ یا صلحه حالا جنگ و صلح که اشتباه بدیم جنگ آتش بس از این گفتیم جنگ و صلح مسامحتا بپذیرید برای اینکه مردم خوب متوجه بشن چون نقطه مقابل جنگ صلح نیست صلح نقطه مقابل فساده نقطه مقابل جنگ آتش بعضی موقع ها صلح با جنگ اتفاق میفته اصلاح جامعه با جنگ اتفاق میفته حالا شما بیا با این سعیدستان نجنگ نیومدن اومدن پا کار اگه کل این کشور اسلامی میمادن بیرن الان یه یمن رو بیچاره کردن اسرائیلو حالا فکر کنید مصر هم همکاری میکرد اردن هم همکاری میکرد همه با هم میومدن تمام بود به یه هفته نمیکشید رژیم سایی نیستی آمریکا که نمیتونه با کل دنیا به خاطر یه اسرائیل درگیر بشه که اصلا اسرائیل میخواد تو منطقه برای منافعش اما وقتی آه بیشتره خودش میان برای همین همین امام حسین خطرناکه دیگه نه ما دیدید یا نه علیف داره جریانهای وهابی و سلفی رو در جمهوری آذربایجان گسترش میده آخوندهای وهابی اجازه تبلیغ دارن آخونده شیعه نه پرچم امام حسین ممنوع پرچم هر مجسبه آزاد پرچم اسرائیل آزاد چرا چرا چون تو توفق اونا چیه حاکم اگه ظالم باشه فاسق باشه هر کوفتی باشه باید ازش تبعیت کنی و این حرامه <تص> میدونی که متاسفانه اکثریت هم اینجوری فکر میکنن و اکثریت قریب به اتفاق این طرف فقط یه ورژن دیگه از اسلام هست اسلام و حسینی میگه نه حاکم پدر سخت باشه میکشمش با این به هر قیمتی شده خطرناک ما حسین براشون و من, من این سکوت خودمونم در قبال این ماجرا نمیفهمم این حد تسوال و تسامح در مورد علیف طبیعی نیست نه نه کلیپ اومده از انتخاباتشون دیدید یا نه زنه میگه که علیف 700 تا رای و مراقبش میگه 4 تا رای بعدی دختران بغل نشسته میگه کل کسایی که اومدن رای او دادن من شمردم 300 خورده ای بودن چجوری از 300 تا 700 تا رای دادن تو یه صندوق گریپش بخش جنگ و صلح بر چه که معصوم فرمان ما برای جنگ و صلحمون همونم پروتکل داریم گفت پروتکل چه فرمانی پیامبر به ما داده گفت چه گفت جفر ابیز و جفر احمر یه جفر سفید داریم که مرامنامه و پروتکل ها و شیوه نامه آتش بس ماست و جفر احمر مرامنامه نامه و شیوه نامه جنگ و خونه اینجا سنت الهی چیز حرف قرآن چیست خوب نه داشته باشید یک آتش بس با کفر و ظالم فقط تاکتیکیست راه بردی نیست اجازه نداری اگر جز مسائل تاکتیکی عقب نشینی بکنی چنان خدا سیلی بر دهان تو قاعد زد که نفهمی از کجا خودی این یعنی عقب گرد این یعنی اون گروه عدالت گستر کم آورده یعنی پس رفت کرده یقینا خدا تنبیه خواهد کرد شما دید اخیرا رهبر انقلاب در یک از دیدارهاش همین مسئله رو اشاره کرد یا قبلا یک اشاره اینا نشونه ایشون سنت های الهی رو چی بگم آخر این فعل درستش رو پیدا بکنم تمام وجود سلول سلول درک کرده و داره عمل میکنه جا دیگه میفهم مردم اگر از این عهدشون عقب بنشینن سیلی سختی خواهن خورد مردم ایران امکان نداره شما با یه کفر و ظلم مطلقی مثل اسرائیل بتونی سکوت کنی در مقابلش میتونی بگی حالا فعلا یه،, یه ماهی دو ماهی کار ندارم نرمش قهرمانانه است توی کشتی شما یه جایی اصلا عقب میری این عقب رفتن عقب نشینی نیست بخشی از اجرای فنه که بعدا میخوای بزنی اما اینکه دوشک رو ترک کنی بذاری بری این نیست بازی محرومت میکنه خدا امکان نداره یعنی شما یه بندی تبصیل ندادش را نداره قل انکم لتکفرون بلزی خلق الارض فی یومین و چجعلون له اندادا ذالک رب العالمین و لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها ها فاسد نکنید زمین رو بعد از اینکه اصلاح شد این معنیش اینه که اولین کسایی که اول اصل بر اصلاحه بعد فاسد میشه اصل بر این بوده که خدا درست آفریده شما خرابش میکنید خلقت درسته همه اینها آفریده شدن ابر و باد و و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری بعد تو خرابش میکنی نکنید این کارو بعد اصلاحها ها بعد او خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین روایت داریم از امام صادق فرمود در زمین دو دولت همیشه حکومت میکنن یا آدم دولت خلیفت الله یعنی یا ابلیس هر وقت عدل پیاده شد دولت آدم خلیفت الله دولت امامه اما اگر دید عدل پیاده نمی شود دولت ابلیس ضرورت عدالت همینه مرچی میخواد وقتی از حکومت حضرت ولی از صحبت بکنه میفرماد دنیا رو پر از قسط و عدل میکنه تبعیز زننده است ظلم و حیوان هم درک میکنه تبعیض و حیوان هم میفهم آدم که سر جای خود این کریپ دیده دیدی تو اینترنت اخیرا به نعمت اینترنت این چیز آدم زیاد میبینه اخصا نقاط دنیا میبینید دو تا سه تا تمنم سگ داره برای یکی غذا بیشتر میرزه و دو تا غذا بیشتر میرزه برای اینکه کمتر که قرم میکنه میره <laughs> و اونم میفهمه میگه این کمتر ریختی برای چی؟ و چی انتظار داری مردم تبعیض ببینن؟ ببینن قانون دوگانه داره اجرا میشه برای دو نفر بگه خب چه فرقی او با من داره؟ به او مسئوله او بچه فلانیه خب بچه فلانی که از به جهنم به درک اما این مردم وقتی با آشنان به سیره اهل بیت و با قرآن میگن سب کن سب کن از غذا فک و فامیل آدم معروف ها رو بیشتر بد سخت بگیری یا آیه قرآن گفته زنای پیغمبر باشون دوباره بر حساب میکنیم مطالبه میکنه مردم در انتخابات عجیب عمل کردن خدا شاهده اینطور نگید مردم رو تختن نکنید من هوشمندی از مردم دیدم یه رد شورا نگهبان داشت یه رد صلاحیت مردم برید, برید در انتخابات مجلس مردم چیکار کردن در کل ایران عجیب بود بسیاری از کلیشه ها رو شکوندن معروف بود مثلا معمول بود مرسوم بود یک مسئول کشوری بره تو اون شهرستانش که به اونجا به دنیا آمده اصالتش حتما رای میاره وزیر بوده معاون رئیس جمهور بوده بره اونجا رو میره بره هم چهارم هم میری نشد عجب مردم یعنی کار خودشون رو شروع کردن تا باد چنین بادا حالا اونهایی که وعده دادن شفاف میکنن خودشون رو درست عمل میکنن به وعدهشون عمل نکنن خطر اینجا چیه اینکه مردم قهر کنن نه مسررانه تر باید بیان جلو محکمتر باید بیان جلو پیگیری باید بکنن کار را آن کرد که تمام کرد یک زحمتی انجام میشه یک خونی ریخته میشه یک شهیدی داده میشه فکر کن امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیه ما ول میکردن، آقا شما نمیتونید درک کنید شرطی برای حضرت زینب سلام الله علیه و اینا ترسیم کردن به خدا نمیشه گفت اون بغل اینا رو سر پا نگه داشتن تو مجلس یزید نوامیس خودشو برد پشت ده تا پرده و چادر قایم کرد سر پا نگهشون داشته بودم بعد اینا گرسنه بودن تو مسیر تشنه بودن تو مسیر خسته بودن تو مسیر نصف روز یک روز میگن طول کشتیک مساعت کوتاه کسایی که دمشق رفتن اون دروازه ساعت و چی اونا رو دیدن میدونن میگن این یه تیکه مسیر رو یه نصف روز تو راه بودن از بین ازدهام هایی که داشتن رد میشدن و سنگ پرت میکردن توهین میکردن لله برای خدا بعد که آورد برای اینکه که بشکنه حضرت زینب سلام الله علیه دو دوتا کار گرد حرام زاده ها این که سر مبارک عبدالله رو آوردن جلو چشمشون با چوب میزد آقای مبارکش ببینید مردش میشکنه تو این شرایط مرد میشکنه بله بعد یه حرامزاده دیگه اونجا برگشت ظاهرا به سکینه بنت حسین اشاره کرد و گفت امیر من این رو برای کنیزی میخوام که میگه رفت پشت سر عزت زینب قایم شد عزت فرمود نگران نباشی چی غلطی نمیتونن بکن ول کردن ماجرا رو رها کردن یا ایستادن سمره خون ابا عبدالله رو به کرسی نشوندن کاری که از زینب انجام میده قهرمان جنگ نرمه همانطور که ابا عبدالله قهرمان جنگ سخته او کار را کار را آن کرد که تمام کرد کتاب آشورا را زینب کبرا بست الگوی زنان برام با... او زنان چی چیه الگوی همه الگوی هر انسان عاقل و آزاده و با عزم و شجاعی در کل تاریخ در تمام جغرافی ها بعضا پیش میاد یه کار بزرگی انجام میشه میبینی سمرش رو کسی نیست جمع بکنه اینجا این کار کمی از اون نداره پس هر بار فسادی رخ میده جامعه منتظر جامعه ادالت خواه، جامعه عدل گستر نه تنها خسته نمیشه بلکه شروع میکنه تراحی کردن فعضا فرخت فنسا فارغ شدید دوباره شروع کن اینجا جنگیدی بلند شو برو توی نرسه بجنگ یمین و یسار شمشیر بزن چپ و راست شمشیر بزن نه ترس اونا همینو میخوان چون مبنا این است که زمین به ارث صالحان خواهد رسید این وعده الهی است برادر نورید و نريد ان من على الذين استضعفوا في الارض و و ونجعلهم الوارثی. ما اراده کردیم این گروه کوچک مستضعفین رو استضعاف باب استفعال یعنی به زور ضعیف نگه داشته شده همون که استکبار یعنی به زور یکی گنده کردی استضعاف یعنی به زور یکی کوچیک کردی میگه اینا ضعیف نیستن اینا ضعیف نگه داشته شدگانند ما اراده کردیم و این وعده الهی و بدونید قطعی میشه که این زمین مال شما هست بجنگید یک جای این اصلاح جامعه با شمشیر کشیدن یک جا دقیقا با کتاب خونه تحسیز کردن یک جا با فریاد یک جا با سکوته یک جا با عشق با گریه است حضرت زهر سلام علیه میرفت گریه میکرد اینا دیوونه شده بودن ریخته بودن به هم حضرت مولبنین عبیدالله ابن عباس عبیدالله پسر حضرت عباس رو نام عبیدالله این پسر بچه ای بود می با خودش یادگار حضرت عباس بود دیگه برایش مونده بود شروع می این بچه رو نشون میداد روزه می خون دیوونه کرده بود اینا حضرت زینب انقدر کار کرد تو دم... توی مدینه یزید دستور داد حضرت رو تبعید کرد چیکار کار میکنه قبر مطهر حضرت زینب در شام گفت یک سال نوشتم برایش ظاهرا اینطور که اگه یک سال دیگه یه چند وقت اینجا بشه تموم شده شوریدن علیهت این بود چقدر کم برامون گفته شده روزه برپا می کردن می لرزیدن اونا به خودشون مگه مراسم روزه حسین زمان پهلوی اول لرزه بر اندام اینا ننداخته بود مگه مراسم روزه ماموسین هم اینا لرزه بر اندام اون علیف کسافت نمی اندازه ببین چقدر باید نجس باشی که یه نفر از حسین یاد کنه تو بترسی چقدر باید نجس باشی که وقتی یه نفر از ادالت امیرالمومن بگه تو از به خود بلرزی آره <applause> <applause> اساس پس صلح هست و مال صالحان است یه پدر سوخته اومده مستکبری کرده این کشمش پایین فرزندان امیر المومنین هن. الان هم نگاه کنید فرزندان امیر المومنین در دنیا جلوی استکبار جهانی وایستادن. عجیب نیست خدا وکیلی نه همه باید سید باشن و طبیعیه چقدر منطق داره این منطق جمعیتی داره درصد جمعیتی داره با چرا اونا دیگه هم سیدن شما خبر ندارید حالا <applause> میگم براتون شباینده هرگاه اهل بیت ببینن که فرصت عدل داره از بین میره قیام کردن حضرت زهرا سلام الله علیها میگن امام حسین قیام کرده است میگن چرا تو با امام حسین چیکار داری قبلش از زن... از زهرا قیام کرد چه ایشون رو ندیدید بین چهل مرد ایستاده بود فریاد میزد امیر المومین رو میکشید یا علی خیر رو که خیری و شر رو که خیری تو شر نداری تو سراسر وجودت خیره قیام نیست بیعت کرد و راضی نیستم اینا باشن بیان سر جنازه ای من وصیت کرد مخفیانه دفن بشه همه کنشگری هاش سیاسی است از زنده بودنش نفس کشیدنش تا رحلت و شهادتش کاری کرده هنو بعد 1400 سال بحثه شهادت آری یا نه بارگاه گرامیش کجاست میبینید چیکار کرده چقدر هوشمندانه است الگوی زنان اون نکنید تو رو اهل بیت رو با این قالب های کوچیک خودتون کوچیک نکنید بله از اون جد که الگوی زنان با امان یک زن ما هم قبول داریم اما نه فراتر ایشون امیر المومین اما معمولیت چیز دیگه است برای حفظ این جامعه کوچک حضرت زهرا قیام بکنه امیر المومین سکوت کن. خود می خود ازت میفرما دیگه میفرمان اگه من قیام میکردم همه دیدم همه قتلام میکنن از بین میره اولاد پیغمبر از بین میرن حسن این زیر دست و پا میکشن هیچی چی نمیمونه حضرت زهرا دقیقا با رفتنش این خط را نگه میدارد امیر المؤمنین و حسن این السلام با ماندنشان ببینید برای نظر زهرا سلام الله علیه اون شب آخر از بچه ها چی میخواد وقتی دورش جمن؟ من یه دعای میکنم اول شما آمین بگید اینا همه آمین گفتن فکر کردن دعای شفا میخواد بکنه حضرت سلام الله علیه فرمودن عجل وفاتی من زهرا باید برم که اینجا ثبت اگر بمونم اینا کار خودشونو کردن ماندن منم جز چی از سخفر الله خفت چیزی نخواهد داشت و امر بی ارزش میشه اما امیر باید بماند باید بماند و این شجره طیبه رو به سرمنزل مقصود برسونه نا سمره های این شجرن نا شاخه های این شجره تییبن اینم یک کنشگری امام حسین باید قیام کنه امام حسن باید قعود کنه بله اگر ببین اون جامعه کوچک نابود میشن میریزن همه رو میکشن و هیچ سمری هم کشدار نداره ببخشید اصلا هماغت هست اگر شما اصلا انتهاره هیچ فایده که نداره کل فرصت هارم سوزاندی از بین بردی کل فرصت رو سوزاندی از بین بردی باید جواب بدی خیلی وقت ها ما به خاطر افعالمون مورد بازخواست قرار میگیریم خیلی وقتها به خاطر ترک فعل ها. و بنده معتقدم ترک فعلها ها بیشتر است از افعال خیلی وقتها بابت حرفی که میتونستیم بزنیم به وقتش و نزدیم و تعداد بیشتری میتونستن بزنن و لال شدن و ترسیدن و وامدار شده بودن و سنگین شده بودن و دستمند تجمل دستاشونو بسته بود خدایا اگر دست بند تجمل نمی بست دست کمانگیر ما را کسی تا قیامت نمی کرد پیدا از آن گوشه کهکشان تیر ما را علی خسته بودی بله سنگین شدن یه دی از از زهر و سلام علیه ها می فرماد می فرماد که شما میدونید چتونه شما از تنگنا خسته اید من از دایق الاسعه به این شعار رسیدید سری که درد نمیکنه دستمال نمیبند یکی از این دوستان رو من میشناسم و احتمالا سخنه من میبینه برای ایشون به صورت ویژه پیام دارم من ما خب درس آموزه تا همین ایام انتخابات خیلی به ما رجوع میکرد که در مقابل این رقیب کذا اینطور برخورد کنید اونجور برخورد کنید خیلی بهش میگفتم که شما که اصلا کلن فکر میکنم ایشون داره شما رو میفرسته اینجا چون درخواستی که داشت خیلی به دور دوم انتخابات که کشیده شد جوری طرفدار جلیلی شد که من ما تو مپوت مونده بودم دیشب یه پیام به من داده که آقا یکی از افراد مرتبط به شما یه همچین جای یک پیامی گذاشته این برداشت میشه که یک نقدی به دولت های پزشکیان داره ها آس جان کن بودم لام با تغییر موضع تو میشه برق تولید کرد نه حتما یه تکذیبیه بدید تو کانالتون اون اکانت به ما ربطی نداره چند بار از این تکذیبیه دادم دادیم که لازم باشه یا هر کسی چرتوپیت من باید به دونه دونه وایستم از فردا صد نفر چرتوپیت میگن هر روز باید بیام این نه این نه این نه مردم هشتی ما رو میشنسن بندان موقعی که ببینم توییت انتخابات نوهده هشتم اگر دیدید کفر بر سر کار میاد حالا نه به این شکل یعنی حالا کافر و منافق به این معنی من ادبیات امیر المومنین دید امام حسن دید روم قلبه خواهد کرد اگه درگیری بشه میان کعبر هم خراب میکنه رد میشه قرار هم نیستش از نه اسای بشه نه ایچ. با منطق و اقلانیت باید کار پیش ببریم سکوت میکنه اما وقتی ببینه نه همچین خطری وجود ندارد چیکار میکنه اصلاح میکنه امیر با معاویه می جنگت. امام حسن نمی جنگد. امام حسین نمی جنگد با معاویه. با یزید می جنگت. امام سجاد با همان یزید نمی جنگد. شرایط فرق کرده. شرایط فرق کرده. بله یک جای شما شروع میکنید گفتمانی کار گفتمانی کردن و گفتمانتون پیش میبرید راهبردتون پیش میبرید یک جا کمی صبر میکنید تاکتیکی تر عمل میکنید بسته به شرایط داره شما دید دیدید این شورا محترم نگهبان که اعلام کرد اسامی کاندیداها را بنده یک توییت دادم و تمام یک شرایط جدید بود دیگه این شرط قبل نبود چون ما دیگه علم قیب نداشتیم والله حاج رئیسی میخواد به شهادت برسه تصور ما انتخابات مجلس بود نه دولت جز اینه بعد شهادتشون کشور شرط جدید دار. شرایط جدید کنشگری جدید میتلاب سخت فهمید چرا بعضی واقعا نمیفهمن چی تو مغزشون کدوم چرخدندا چه جوری کار میکنه کدوم وری کار میکنه و مسائل زعباد حالا فردا شب راجع به این بخش کشور خودم به صورت ویژه صحبت خواهم کرد ان شاء الله خب میفهمون امشب سفره احسان برقرار شب بود جای فرهنگی برخی از مؤسسات اعلام کردن دیدید دیگه محسن تا حالا یک ریال این پولا نگرفت نه نمیگیره اما ده برخی از آقایون بررسی مالی مؤسسه مصاف با سالی چقدر؟ 25 میلیارد بید عدد ما رو بخونید دیگه برای یه سالش روحتون شاد میشه برخشون حقشون رو دارن زحمت میکشن بگم می وقت بخ... همه رو باید چوب نرونید خب مردم اینا میفهمن طرف تو موکب اومده بود پیغام داده بود برای من که آقا ما از شما انتظار نداشتیم این قصه پولشویی چیه شما خودتون مگه این همه در مورد وسواس سخنرانی نکردی پس چرا انقدر پولا رو میشوری <applause> مردم اسکلشون کردن شو میخندن خب استفاده می کنم دایی برادرمون ان شاء الله اللهم عجل ولی الفرج، فرج و لافیت و نصر و من خیر اوانه و انصار و المستشهدین بین یدی تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان